سرخط تازه ترین خبرهای این ساعت، سازمان ملل حملات اخیر در افغانستان را محکوم کرد. شورای مقاومت ملی برای نجات، تشکیل کمیسیون دعوت سیاسیان و تصمیم برگزاری جرگه از سوی طالبان نیرنگ است. مخابره اضطراری فرمانده اسیر قوای مرکز برای خالد امیری. درود و سلام عزیزانی را که همکنون کانال ما را بیننده هستند. شورای مقاومت ملی برای نجات، تشکیل کمیسیون دعوت سیاسیان و تصمیم برگزاری جرگه از سوی طالبان نیرنگ است. روزنامه 8 صبح کابل چنین گزارش می‌دهد. پس از نشر خبرها در مورد تصمیم طالبان برای تشکیل جرگه زیر نام مجموعه بزرگ افغانها، شورای مقاومت برای نجات افغانستان آن را نیرنگ و تلاش مذبوحانه در جهت صحه گذاشتن بر دسیسه های شوم طالبان عنوان کرده است. این شورا روز پنجشنبه پنجم جوزا در اعلامیه گفته است که برگزاری این نشست نمایشی و مطابق خواست و برنامه از قبل تعیین شده یک گروه طالبان است. شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان، تشکیل کمیسیون دعوت از شخصیت های سیاسی از سوی طالبان و نیز تصمیم به برگزاری جرگه را توهین به شعور جمعی مردم، اهانت به شخصیت های سیاسی و شدید ساختن آنان در جنایت گروه طالبان و نیز به بازی گرفتن افکار جامعه جهانی دانسته می شود. این شورا افزوده است طالبان باید بنانند که برخورد آنان با سیاست مداران داخل کشور، خشونت آنان در برابر زنان کشور و کارمندان نظام قبلی بهترین محک رفتار آنان با دیگران است. در اعلامیه آمده است که طالبان به جای این ترفندها و نمایشنامه ها در جستجوی راه‌های واقعی همچون تشکیل حکومت انتقالی و برگزاری انتخابات باشند تا کشور به امنیت و آسایش برسد. این اظهارات در حالی مطرح شده است که طالبان ماه قبل کمیسیونی را برای برگشت شخصیت های سیاسی به افغانستان تشکیل دادند و در تصمیم دیگری میخواهند برای کسب مشروعیت داخلی لوی جرگه برگزار کنند، تصمیمی که به گفته مردم رسم قبیله ای است و دیگر کاری ندارد. در همین حال سازمان ملل حملات اخیر در افغانستان را محکوم کرد. روزنامه 8 صبح کابل چنین مینگارد. دبیر کل سازمان ملل متحد حملات اخیر در افغانستان را که منجر به کشته شدن 16 تن شد محکوم کرده است. در بیانیه این سازمان که روز جمعه 6 جوزا نشر شده آمده است که دبیر کل سازمان ملل متحد عمیق‌ترین تسلیت خود را به خانواده های قربانیان ابراز می کند و برای زخمیان آرزوی شفای عاجل دارد. سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد می گوید که حمله بر غیر نظامیان و مکانهای عامه، جمله مساجد، بر اساس قوانین بین المللی بشر دوستانه به شدت ممنوع است. دبیر کل سازمان ملل متحد مجددا از طرف میخواهد که حفاظت غیر نظامیان را در نظر گرفته و از مسئولیت اقلیت های قومی و مذهبی و همچنین حق آنها برای اجرای آزادانه مراسم مذهبیشان به این سازمان اطمینان دهند. این در حالی است که شامگاه چهارشنبه 4 جوزا در نتیجه 3 انفجار پیهم در مزار شریف و 1 انفجار در شهر کابل 16 تن کشته و 37 تن دیگر زخمی شدند. انفجارها در کابل و مزار شریف واکنش‌های گسترده داخلی و خارجی را نیز در پی داشته است. در همین حال صابر امیری در صفحه رسمی تویتر خود می نگارد: تازه در درگیری های امروز روی دو آب، مرغی و دره آرزو تنها دتن از طالبان زخمی به شفاخانه ولسوالی عنابه پنجشیر انتقال یافتند. گفته می شود که بیشترین زخمی ها امروز طالبان از ساحه جنگ به شفاخانه های کابل انتقال یافتند. در همین حال صابر امیری در پست دیگر می نگارد: قماندان حسیب قوای مرکز و فرمانده خالد امیری، قمانده را بده که من انداخت کنم. تشکر از اینکه تاکنون کانال ما را بیننده بودید. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما خواهیم بود. اوقاتی خوش داشته باشین.